سرخط خبرها دلنوشته های خالد امیری در مورد صبر او برای وطنش. وقوع آتش‌سوزی در منطقه مندبی کابل میلیون ها دلار خسارت رساند. و در ادامه هشدار امریکا به شهروندانش در کشور اتیوپی، گفته های رئیس جمهور ازبکستان در مورد مداخله در امور افغانستان، و همچنان وزیر امر بالمعروف گفته است که زن و مرد باید با همدیگر ننشینند. دیدار متقی با نماینده ویژه ایران درباره روابط اقتصادی میان دو کشور. وقوع آتش سوزی در منطقه مندبی کابل. دقایق پیش یک آتش سوزی در منطقه مندبی کابل رخ داده است. به گزارش سپوتنیک، شاهدان عینی و آماج نیوز میگویند که دقایق پیش یک آتش سوزی در منطقه مندبی از مربوطات حوزه اول امنیتی شهر کابل رخ داده است. وزارت داخله از وقوع یک آتش سوزی در کابل خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که این آتش سوزی در بازار مندبی از مربوطات حوزه اول امنیتی کابل رخ داده است و در نتیجه آن 4 دکان آتش گرفته است. سخنگوی این وزارت می‌گوید که آتش سوزی اکنون مهار شده است. علت این آتش سوزی تا هنوز مشخص نیست. مسئولان نیز تا کنون در مورد چیزی نگفتند. هشدار امریکا و شهروندانش در اتیوپی: ماجرای افغانستان را تکرار نکنید. ایالات متحده بار دیگر از امریکایی ها مقیم اتیوپی که هم مرز با سومالیا می باشد و واقع در شمال شرق افریقا می باشد، خواسته است که هرچی سریعتر این کشور را ترک کنند و تاکید کرد که خروج نظامیان مشابه آنچه در افغانستان صورت گرفت رخ نخواهد داد. با گزارش سپوتنیک و نقل از خبرگزاری فرانسه، با بالا گرفتن درگیری میان شورشیان جبهه آزادسازی تیگرا و دولت فدرالی اتیوپی، سفارت واشنگتن در آدیس آبابا برای چندمین بار روز دوشنبه از اتباع آمریکایی مقیم این کشور خواست برای خروج از اتیوپی آماده شوند و حتی به کسانی که قدرت رزرو بلیط سفرهای تجاری ندارند پیشنهاد اعطای وام داده است. نت پرای، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران گفته است که هشدارهای واشنگتن به شهروندانش در این زمینه به خاطر بدبینی و ناامیدی از چشمانداز صلح در اتیوپی نیست، بلکه به این دلیل است که ما عملگرا هستیم. و افزوده است که ما نگران تصور نادرست در میان شهروندان وجود داشته باشد مبنی بر این که آنچه در افغانستان رخ داد می تواند توسط دولت آمریکا در سایر نقاط جهان تکرار شود. پرایس گفت: کاری که ما در افغانستان انجام دادیم منحصر به فرد بود. ایجاد یک خط هوایی نظامی برای حدود 125,000 نفری چیزی نیست که دولت آمریکا بتواند در جای دیگر هم تکرار کند. و افزوده است که دلیل وجود ندارد که آمریکایی ها تا آخرین لحظه منتظر بمانند و بعد اتیوپی را از طریق پروازهای تجاری ترک کنند. اتیوپی از یک سال پیش صحنه درگیری مسلحانه میان نیروهای فدرال و جبهه مردمی آزادسازی تیگرای است و این درگیری با پیشروی جبهه تیگرای و سمت تعدادی از شهرهای اصلی از جمله آدیس آبابا شدت گرفته است. دلنوشته ها از فرمانده خالد امیری عزیز. های پنشیر، های تنها درختان استاده پنشیر، ما مدیون تنها استاده بودن شما هستیم. های دریا، دریای صاف و نیلگون و پرتلاطم پنشیر، جاری باش، ما زنده ایم. اگر در کنار تو در سریچه و پشغور و دشتک نیستیم، ولی از شرچشمه های تو آب می نوشیم. روزی برمیگردیم و درس مردی به دشمنان نامرد و ددمنشت خواهیم داد. های تنها درختان استاده و دریای پرخروش پنشیر، اگر شما را تنها گذاشته ایم ولی از دامن کوههای پرغرور و سر به آسمانت دور نرفته ایم. کوهها همچنان میزبان قدمهای رهروان مسعود است. کوهها چی مهربان و با صلابت میزبان ماست. در هر سنگش هنوز جای پای مسعود است و چی زیباست این جای قدم ها
ما زنده ایم، نمرده ایم. صبور باش وطنم. ازبکستان تازه گفته است که تاشکند در مورد امور داخلی کابل مداخله نمی کند. وزیر خارجه ازبکستان صلح در افغانستان را برای کشورش مهم خوانده و گفته است که رابطه دو کشور بر بنیاد احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر ادامه خواهد یافت. با گزارش سپوتنیک، عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در مصاحبه گفته است که صلح در افغانستان و روابط با این کشورهای برای تاشکند بسیار مهم است. کاملوف بر روابط ازبکستان با افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان اشاره کرده و گفته است که ازبکستان قرنها در کنار افغانها زندگی کرده اند و هر دو کشور فرهنگ و تمدن مشترک دارند. او تاکید کرده است که تاریخ روابط بین تاشکند و کابل به قرنها پیش برمیگردد. وزیر خارجه ازبکستان افزوده است که کشورش به حفظ روابط دوستانه با افغانستان بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر ادامه خواهد داد. این در حالی است که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بیشتر کشورهای منطقه بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان توسط طالبان تاکید کردند. وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان تازه گفته است که نشستن یک مرد و زن در کنار یک دیگر خلاف اصول دینی و اسلامی است. شیخ محمد خالد سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان نشستن یک مرد و یک زن کنار یک میز را خلاف اصول دینی خوانده است. با گزارش خبرگزاری باختر، او این اظهارات را در نشستی در بلخ بیان کرده است. او گفته است که امارت اسلامی مخالف تعلیم و آموزش دختران نیست. نشستن یک مرد و یک زن روی یک میز خلاف اصول دینی و باورهای مردم ما است. اگر جهان و کشورهای غربی به همین خاطر ما را زیر فشار سیاسی و اقتصادی گرفتند، ما هیچگاه از اصول دینی خویش نمیگذاریم.